داشتم دیشب فکر میکردم که بعضی از کلمه ها و یا بعضی از جمله ها خیلی تأثیر گذارن توی زندگی ما. مثلا مثل پیمان بستن، مثل تعهد داشتن، مثل عاشق بودن، مثل همراه کردن، همراه بودن با هم. این جملات میتونه زندگی آدمو متحول کنه. مثلا مثل اینکه من همیشه به شما پیمان بستم که یک شنبه ها بیام و مهمون خونه هاتون باشم. سلام دوستان، سلام عزیزان، چقدر خوشحالم که دوباره این یک شنبه رو تونستم در کنار شما عزیزان باشم. اما این هفته در کنار هنرمند عزیزی هستیم که همه ما و تک تک ما باشون خاطره داریم، با صدای زیباشون و اینکه همیشه دل ما رو شاد کردن. بله، سلام مرتضی جان. سلام، خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم و اینایی که گفتین همون رابطه هایی هست که ما هم با مردم باید برقرار کنیم. 100% رابطه اسم قشنگی برنامه. 100% مرسی از اینکه برام وقت گذاشتین و تشریف آوردین مرتضی جان. من تعریف شما رو کماکان از تمام کسایی که به هر حال با من همکاری دارن توی این تیوی همیشه شنیدم، از اینکه چقدر همراهی میکنید، چقدر با همه صمیمانه در کنار همه هستین. در صورت ممنون از اینکه حضور پیدا کردین. مرسی. اسم برنامه ما همونطور که خودتون گفتین رابطه هستش. دوست دارم بدونم که احساس شما در مورد یک رابطه یا ریلیشنشیپ برای خودتون چی هستش؟ البته نمیدونم بستگی داره که این رابطه رو چه نوع رابطه ای شما میخواین اسمشو بزنید، چون انواع اقسام داره. رابطه های احساسی مختلف هست، پدر و فرزندی هست، مادر و فرزندی هست، زن و شوهری هست، خواهر برادری هست، عاشقانه هست. این رابطه ها خب نوعی مختلف داره. من رابطه احساسی که واقعا با برقرار کردم، اولین چیزی که به نظر من میرسه رابطه ای هستش که با بچه هم برقرار کردم. وقتی که اینا به دنیا میان آدم احساس میکنه که یک تیکه ای از بدن خودش رو داره تکثیر کرده، نمیدونم یک مولود موجود دیگه ای رو وارد دنیا کرده. بعدش خب طبیعتاً رابطه یواش یواش رابطه عاشقانه هستش که خیلی مسئله مهمی هستش در زندگی یک هنرمند. مخصوصا یک هنرمند در هر رشته‌ای که باشه فرقی نمی‌کنه، زمانی که عشق در وجودش وجود نداشته باشه، رابطه درستی نداشته باشه، احساس خوبی نداشته باشه، هیچ اثر هنری نمیتونه تولید بکنه و ایجاد بکنه. مخصوصا هنرمندایی که در قسمت موسیقی هستن، حتما یک کسی که یا آهنگی رو میخونه مثل یک خواننده، یا یک ترانه سرای یه شعری رو میگه، یا یک آهنگسازی یک آهنگی رو میسازه، اگر که اون احساس رو لمس نکنه نمیتونه اون اثر درستی به وجود بیاد. کما اینکه میبینی یهو یه چیزی که اصلا فکرش رو هیچ کس نمی کنه که این بیاد توی بازار و موفق بشه، میاد چنان فراگیر میشه. چون بعد آخرش که نگاه میکنی میبینی که یک رابطه احساسی توش وجود داره که بین اون هنرمند و اون مردم قرار گرفته. بنابراین یک هنرمند باید یه رابطه قشنگ احساسی تو زندگیش وجود داشته باشه تا اینکه بتونه اثری رو خلق بکنه. بسیار هم عالی. مرتضی جان، تو حالا عاشق بودی؟ اصلا اگه کسی به دنیا بیاد و عاشق نشه، من فکر میکنم اصلا به دنیا نیاد بهتره. درسته. اصلا نمیتونه هیچ کسی به دنیا بیاد و عشق رو لمس نکنه. ولی یه پرانتز میشه باز کرد، بعضی اوقات عشق واقعی رو خیلی لمس نمیکنن. درسته. نمیدونن که کجای کار قرار گرفتن و در چه مرحله ای هستن. وقتی که یک کسی عاشق میشه، خب طبیعتا یه دختری به یه پسری، یه مردی به یه زنی یا جنس مخالف، هرچی، عشق از نوع عاشقانش وقتی که صحبت میشه، خب طرف فکر میکنه عاشق دیگه. بعد که به یک شکل دیگه از عشق، به یک
قسمت والاتری از اون برخورد میکنه، میبینه که نه، یک دریای بیکرانی هستش که هیچ وقت نمیشه انتهاش رو دید، هیچ وقت نمیشه انتهاش رو دید. همیشه مثل موسیقیه، یه کسی که میاد یه درس موسیقی میگیره یا تعلیم میبینه، یک اقدامی میکنه در زمینه موسیقی، این هر چی جلوتر میره میبینه هیچی بلد نیست. به نظر من عشق هم یک اقیانوس، یک کهکشانی هستش که هر چی جلوتر بری میبینه هیچی بلد نیستی. تا حالا نتونستی اون واقعیت عشق رو لمس بکنی، ولی خب اگر کسی به دنیا بیاد و از دنیا بره بدون عشق، اون موقع است که دیگه فکر میکنم هیچ چیزی در زندگیش نفهمیده، زندگی رو باخته، زندگی رو باخته. خب مرتضی جان، سوال دیگه که من همیشه از کسایی که میان برای این صندلی میشینن میپرسم، ولی خب شما جای خود دارین، به خاطر اینکه هم بینندگان عزیز خیلی شما رو دوست دارن، همین که به نوعی به قول خودتون با موسیقی سر کار دارین و کسایی که با موسیقی سر کار دارن یه دنیای دیگه ای دارن. یخت دیوونه؟ نه، معمولا کسایی که موسیقی یه خود یه جوره دیگه هست. نه اینطور که نیست، ولی دریایی از احساس هن، اینجوری که من فکر میکنم. اصلا میگم اگه احساس کسی که در کار هنر هستش، هر نوع هنری، احساس نداشته باشه که نمیتونه اثری خلق بکنه. دقیقا همینطور. مثلا یه نقاش اگه احساس نداشته باشه وضعیت جامعهش و وضعیت اجتماعش رو نتونه تجسم بکنه و نتونه در هنرش بروز بده، خب نقاش نیستش که چی کار میخواد بکنه. حتی اگر کسایی که یه منظره میشینن میکشن، شما میبینه اینا با هم متفاوته. یه کسی که حس کرده اونجا نشسته و اون چشمه و کوه و درخت رو حس میکنه، یه جوری دیگه ای میکشه تا اون کسی که یه چیزایی میکشه که فقط بفروشه بره. دقیقا همینطوره. مرتضی جان، شما فکر میکنین که عشق رو چجوری میشه تداوم بخشید بهش؟ چجوری میشه استوارش کرد؟ من فکر میکنم عشق با توافق استوار میشه. عشق در یک لحظه به وجود میاد برای همه آدم ها، با یک نگاه، با یک برخورد، با یک کلمه ممکنه که این عشق به وجود بیاد، ولی اگر که توافق توش نباشه تداوم پیدا نمیکنه. چون همونقدر که سریع به وجود میاد، سریع هم ممکنه که فروکش بکنه، از بین بره. عشق مثل یک نهالی هستش، مثل یک گلی هست، مثل یک درختی هست که باید آبیاری بشه، باید رسیدگی بشه بهش، باید سبک سنگین بشه تا اینکه بشه پرورشش داد و رشد بکنه. اگر که این مسئله به وجود نیاد، اون وقتی که مشکلات بسیار زیادی برای هر دو طرف به وجود میاد. من این نداشتن توافقه. و یکی دیگه مهمترین مسئله اینه که هیچ دوتا آدمی در زندگی مثل هم نیستن. هیچ دوتا آدمی در آفرینش مثل هم نبودن. حتی از نظر فیزیکی و علم ثابت کرده که هیچ دوتا آدمی از نظر دی‌ان‌ای با هم شبیه نیستن. بنابراین از نظر افکار هم به هم شبیه نیستن. نزدیک هستن، شبیه نیستن. بنابراین هر دو طرف باید احساس بکنن، یعنی باید این مسئله رو درک بکنن که ممکنه اون طرفشون یک عقایدی داشته باشه که با اینها، با اون طرف مقابلش زیاد توافق نداشته باشه، ولی اگر که همدیگر رو بفهمن و بپذیرن که این واقعیت وجود داره، دوتا آدم 100% نمیتونن به هم شبیه باشن، اون موقع است که یه مقدار آرامش بیشتری ایجاد میشه. دقیقا همینطوره. شده تا حالا کسی رو تا اون حد دوست داشته باشین که به خاطرش کوتاه بیاین از هر لحاظ؟ من همیشه هر کسی رو که دوست داشتم به خاطرش کوتاه اومدم. من فکر میکنم عشق یک پدیده‌ای هستش که انسان رو یه آرامش زیادی بهش میده و یک از خودگذشتگی بهش میده. اگر اون از خودگذشتگی رو انسان به دست نیاره در مقابل طرف مقابلش، عشقی وجود نداشته. عشق یعنی از خودگذشتگی ایثار و اینکه اون چیزهایی که موافق میلش نیستن بتونه یه مقدار در موردش کوتاه بیاد و بگذره و گذشت داشته باشه.
درسته دقیقا، اینقدر حرفای شما زیباست که من فقط دوست دارم گوش کنم. مرتضی جان، این من خیلی وقت از مادر پدرم میشنیدم که خیلی بچه بودم، میشنیدم که میگفتن که عشق سن و سال نداره. بله، آدم تو هر سنی میتونه عاشق بشه، ممکنه تو سن خیلی بالا یا ممکنه تو سن نوجوانی. بله. نظر شما در این رابطه چی هستش؟ پدر مادرتون خیلی درست گفتن. چون عشق هیچ حدی نداره، هیچ مرزی نداره. قدیم میگفتن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. بله. چون میدونیم وقتی که ماها انسانها جوون هستن، سن پایینی دارن، افقشون دوره، به افق دور نگاه میکنن، غرور زیاد دارن و این افق دور باعث میشه که اون شخص رو مغرور بکنه به خودش، بگه خب حالا این نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه، اصلا مهم نیست، بشه نشه اصلا مهم نیست. ولی وقتی که سن یواش یواش بالاتر میره، اون چیزایی که در جوانی مهم نبوده خیلی مهمتر میشه، خیلی ارزش پیدا میکنه. وقتی که میگن عشق پیریگر به جنبت سر به رسوایی زند، این واقعا حقیقت داره. وقتی که آدم هرچی سنش بالاتر میره به معنویات بیشتر توجه میکنه، میبینه که عشق یک پدیده‌ای هستش که خیلی باید بهش احترام گذاشت، خیلی باید تر و خشکش کرد، خیلی باید لای دستمال پیچیدش، خیلی باید بهش زیبا نگاه کرد، زیباتر نگاه کرد. و طبیعیه که هیچ حد و مرز و سن نمیشناسه، کما اینکه شما میبینیم مثلا بچه ها تو مدرسه عاشق معلمشون میشن، حتی بعد یواش یواش عاشق بچه های هم محلی هاشون میشن، عاشق هم مدرسی هاشون میشن، بعد یواش یواش عاشق همکاراشون میشن، ازدواج میکنن عاشق شوهرشون میشن. بعد اون قسمت توافقی که پیش نمیاد، وقتی که احساس کنن خب همینه پس دیگه ما تا آخرش همه گرفتار این قضیه هستیم، اون موقع است که اشکال پیش میاد. ولی اگه همه احساس بکنن که واقعا در هر سن و سالی هستن، در هر موقعیتی هستن، عشق رو پرورشش بدن، عشق رو آبیاری بکنن، من فکر میکنم که نهال زیباتری به دست میارن، زندگی یه رنگ دیگه میگیره به خودش. مرتضی جان، به نظر شما فکر میکنین که تفاوت سنی بین دو نفر که میخوان توی ریلیشنشیپ قرار بگیرن، توی رابطه سالم قرار بگیرن، حالا یا به ازدواج کشیده میشه یا نمیشه، فکر میکنی تفاوت سنی تا چه حدی خوب هست؟ خیلی زیاد باشه، کم باشه؟ به نظر شما؟ من فکر میکنم که از هر نظری که بخوایم نگاه کنیم یه شکل متفاوتی داره. اگر تفاوت سنی زیاد باشه، ممکنه که از نظر اجتماعی نتونن همدیگر رو درک بکنن، خیلی مسائل ها، همونطوری که خب عشق به وجود میاد میتونن گذشت بکنن، حتی سن و سال رو میشه گذشتش کرد، ولی یهو یه جاهایی اگر اون پرورش پیدا نکنه و یه مقدار ضعیفتر بشه، وقتی یه چیزای دیگه نشون داده میشه در تفاوت سنی زیاد، میتونه عشق به وجود بیاد، میتونه یک پسر یا دختر جوونی عاشق یه پسر یا یه مرد یا یه زن خیلی محسنتر از خودش بشه. این امکان خیلی وجود داره، واسه اینکه اون مهر و محبت هستش که این دو نفر رو به هم جذب میکنه. حالا اگر که یه خورده اشکالی پیش بیاد در این قضیه، یه مسائل دیگه ای مطرح میشه اون وقت، که این مثلا خانم یا آقای جوان دلش میخواد بره بیرون دیسکو بره برقصه، اون دلش نمیخواد برقصه، اون دلش میخواد تو خونه بشینه بره سینما نگاه کنه، اون دلش نمیخواد نگاه کنه، یکشون دلش میگه اینو دوست دارم، یکشون میگه اونو دوست دارم. وقت این مسائل باعث میشه که اون از خودگذشتگی ها به وجود نیاد و این دو نفر به مشکل اساسی بر بخورن. شما فکر میکنین چند سال باشه میشه بگی نرماله واسه یک رابطه؟ من روانشناس نیستم، من تجربیات خودم رو دارم میگم. شما یه سوالی از من میکنی که ممکنه که من اشتباه جواب بدم، من فقط تجربیات خودم رو دارم میگم. بله، من دقیقاً من فکر میکنم که اصولا یک دختر
20 ساله، یک زن 20 ساله، حالا یه دختر 20 ساله، واقعا یک زنه، یک زن کامل هستش. ولی یک پسر 20 ساله هنوز یه مرد کامل نیست. درسته. هنوز اونطور نیستش که همیشه هم میگفتن که حداقل باید 7 سال 8 سال اختلاف سنی باشه. حالا ممکنه در اجتماع امروز یکم بیشتر بشه این قضیه، واسه اینکه آگاهی ها زیادتر شده. دخترای 20 ساله یا پسرای 20 ساله الان میبینیم که اصلا بیزنسمن شدن، زندگی رو میچرخونن، واسه اینکه آگاهی ها زیادتر شده. ممکنه که تفاوت سنی هم بیشتر بشه یا کمتر بشه، ولی به نظر من اگر که یه مقدار 7 سال 8 سال 6 سال تفاوت سنی باشه، من فکر میکنم که خیلی خیلی از مسائلی که ممکنه در آینده اشکال کدورت بکنه اینا برطرف باشه. بسیار هم عالی. حالا شما چی فکر میکنی؟ در مورد تفاوت سنی آخه از من سوال نکنی، شما بگین درسته یا غلطه. خب مرتضی جان، همونجور که شما فرمودین ما روانپزشک نیستیم یا روانشناس نیستیم که بتونیم تصمیم بگیریم، ولی چیزی که من همیشه از کسایی که میرم و باهاشون صحبت میکنم سوال میکنم، به خاطر اینکه تفاوت سنی خودش رو میبینم. مثلا دوست داشتم ببینم از لحاظ شمایی که خیلی چیزا رو دیدین، خیلی تجربیات رو دارین، می‌خواستم ببینم نقطه نظر شما چیه. از لحاظ من خودم فکر می‌کنم نهایتاً بین 8 سال تا 9 سال. من البته اینطور که شما میگی من انقدر تجربه ندارم واسه بگی همه رو تجربه، من اصلا تجربه نکردم. من یه آدمی بودم که زندگی محدود کلیشه‌ای داشتم و همیشه هم در راستای کار خودم اون چیزی که فکر میکردم درسته انجام دادم. این تجربیات اینجوری رو ندارم. شاید از خیلی ها اگر برین از داعشی ها بپرسین، از نمیدونم خیلی کسای دیگه، حماس ما این چیزا برین بپرسین، شاید تجربه داشته باشن مرد 60 ساله با بچه 7 ساله ازدواج میکنه. درسته. و خیلی هم ممکنه که در فرهنگشون درست هم باشه، ولی من فکر میکنم که این یک جنایته. بله. جنایتیه که کسی که از نظر فکری هنوز بالغ نشده و مچور نشده و اجتماع رو ندیده، دنیا رو ندیده، بیارم بدم به یک آدمی که 50 سال از خودش بزرگتر هست، 60 سال از خودش بزرگتر هست و اون آدم دنیا رو فراموش کرده. یه آدمی که دنیا رو ندیده و یک آدمی که دنیا رو فراموش کرده، این دوتا رو بیارن بزنن جلوی همدیگه و بگن شما برای هم ساخته شدیم، و این به نظر من یک جنایت بزرگ بشریه. بله 100% همینطور. مقصود من از تجربه این بودش که تجربه زندگی. تجربه اینجور تجربه رو نداشتم. بله. در صورت بینندگان عزیز، از صحبت‌های خیلی قشنگ مرتضی جان استفاده کردیم. برای اینکه خسته‌شون نکنیم بیش از اندازه، بریم یکی از موزیک‌های خیلی قشنگشون گوش کنیم و برگردیم. با ما باشین لطفاً. آتش نزن به این دل ریشم، دیوونه میشم.
آسه بیا آسه برو دل شیشه ای دلم، آسه بیا آسه برو دل شیشه ای دلم. دوباره برگشتیم در خدمت شما عزیزان هستیم. داشتم به مرتضی جون میگفتم که خیلی دوست دارم بدونم که همیشه شما موزیک های بسیار شاد میخونین و اینکه همیشه من دیدم همه رو با موزیکاتون شاد کردین و این بسیار پرخاطره شده برای همه ما. دلیلشو میشه برای ما بگین که حالا قرار دلیلشو برای ما توضیح بدم؟ من فکر میکنم که در وهله اول شاد کردن مردم یک نوع عبادته. اگه کسی بتونه دل مردم رو شاد کنه، چون دل شکستن که هنر نمی باشد. اگر خیلی راحت آدم میدونه دل مردم رو یا هر کسی رو که دم دستش قرار میگیره بشکنه، ولی اگر کسی بتونه مردم رو شاد کنه در هر شرایطی، اون موقع است که تونسته یک کار بزرگ اجتماعی انجام بده. من وقتی که از ایران 33 سال پیشتر اومدم اینجا، تصمیم گرفتم یکی از کارهایی که میکنم موسیقی شاد رو بیشتر تولید بکنم در حد توانایی خودم. زمانی که خب به هر حال مردم داخل ایران مشکلات اجتماعی داشتن، مشکلاتی داشتن که شادی حتی میتونست گناه باشه، خنده میتونست گناه باشه، شنیدن یک موسیقی خوبی که از اینجا میرفت و دست به دست بین مردم میگذشت، خونه به خونه کپی میشد و دل این مردم رو شاد میکرد، این باعث آرامش من بودش. گذشته از این که خب مردم شادی رو طبیعتاً بیشتر از قصه دوست دارن، هرچند که بعضی از حکومت‌ها میخوان که مردم در قصه و گرفتاری و ناراحتی قوته‌ور بشن تا اینکه استفاده هایی که باید خودشون بکنن بکنن، ولی شاد کردن مردم به نظر من یک عبادتی هستش که اگر کسی بتونه واقعا مردم رو شاد بکنه، دل مردم رو به دست بیاره، این خیلی کار مهمی است. و من در خارج از کشور تقریبا حدود 140-150 تا آهنگ خوندم که شاید مقدار خیلی خیلی بیشتره، شاید 100 تا از اونها آهنگای ریتمیک و شاد بوده که دل مردم رو شاد کرده و من این باعث افتخار منه. در صورت ما که همیشه خاطره‌های خوب با شما داریم. مرتضی جان، معیار شما برای اینکه بخواید کسی رو انتخاب کنین به عنوان دوستتون، حالا اینکه ریلیشنشیپ داشته باشین، اینکه برای آینده طولانی بهش فکر کنین، معیارتون به عنوان کسی که
بخواد همراه شما باشه به عنوان یک زن چه چیزهایی هستش؟ خب طبیعتاً چیزهایی که در طول تاریخ، در طول آفرینش معیار شده برای روابط، خب طبیعتاً اولین چیزی که از هر مردی بپرسه میگه نجابت. خب طبیعیه. ولی من سنگینی، وقار و نجابت یک زن رو خیلی بهش اهمیت میدم. ولی یه مسئله خیلی مهمی وجود داره این وسط، که اگر یک مردی یا یک زنی به طرف مقابلش خیانت کرد، اون کسی که خیانت کرده به نظر من زیاد مقصر نیست. اون کسی که طرف مقابلش هست شاید امکاناتی احساسی در زندگیش فراهم نکرده برای اون آدم که اون طرف رفته و پشت پا زده به این رابطه. ولی از سوالمون که خارج نشیم اینه که برای من خیلی مهمه که یک زن اون وقار، متانت و اون شخصیت اجتماعی رو داشته باشه. یعنی اگر این سه ملاک رو داشته باشه شما انتخاب میکنین چیزای دیگه حاشیه‌ای براتون مهم نیست؟ ببینید، چیزایی که مهمتره اینا هستن. البته خب طبیعی، هر آدمی زیبایی رو میپسنده، هر آدمی دوست داره که طرف مقابلش هم سنگ خودش باشه، هم فرم خودش باشه، حالا پایینتر، بالاتر. اون چیزای فیزیکی هستش که خب طبیعتاً وقتی که عشق و علاقه باشه اون مسائل یه خورده حل میشه در واقع. بله همینطوره. اگر زمانی تو یک رابطه تنگاتنگ بودین که از لحاظ احساس خیلی به هم نزدیک بودین، دروغ بشنوین عکس العملتون چی هستش مرتضی جان؟ بزرگترین چیزی که منو تو زندگی اذیت میکنه دروغ هستش و نداشتن صداقت. وقتی که صداقت در یک رابطه ای وجود نداشته باشه، طبیعتاً اون رابطه به نظرم به هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. اگر که قرار باشه که یک رابطه پایه و اساسش بر دروغ بنا بشه، پس معلومه که فقط یک رابطه های ظاهری هستش که دو نفر باید با هم انجام بدن، یه خرج هم دیگر رو بدن، یا نمیدونم زندگی هم دیگر رو تامین کنن، یا بعدن برن هر کسی دنبال زندگی خودش. و این زیاد جنس قشنگی نداره از نظر من. من فکر میکنم دروغ بزرگترین آسیبیه که بشر میتونه به رابطه های احساسیش بزنه. حالا اگر شما توی رابطه احساسی بودیم و این دروغ رو شنیدین، عکس العملتون چی هستش؟ من سعی میکنم که اون رابطه رو قطعش بکنم. با کوچکترین دروغ؟ نه، با کوچکترین دروغ نیست. البته بعضی وقتا ممکنه که یک دروغی در حدی نباشه که آدم بخواد تمام زندگی رو به هم بزنه. شاید یک هدف مثبتی هم شاید داشته باشه. همه دروغ ها هدف منفی ندارن. ولی وقتی که آدم کار به دروغ میکشه، اون موقع است که میگه که من میتونم ببخشمت ولی دیگه نمیتونم بهت اطمینان کنم. سخت میشه. چون پاک کردن، بخشیدن خب ساده است، ولی پاک کردن یک چیزی از ذهن و دو مرتبه از نو ساختنش، اون یک بنای جدیدیه که خیلی خیلی سخته. خیلی سخت میشه. تا حالا خودتون تو رابطه هایی که بودین هیچ وقت دروغ نگفتین؟ من لزومی نمیدیدم، یعنی واقعا لزومی نمیبینم که دروغ بگم، چون همیشه دروغ چیزی نیستش که پنهان بمونه. همیشه دروغ برملا شده. بنابراین آدم وقتی که دروغ میگه همیشه معذبه، میخواد خودش رو بدونه که اگه اونجا چی گفتم که حالا دو مرتبه نگم. ولی وقتی که آدم با حقیقت و درستی میره جلو، هیچ وقت احتیاج نداره که خودش رو معذب بکنه که بگه او نکنه اونجا یه چیزی گفتم، حالا عوضی بگم، حالا نه اون گفتم اینطوری بگم. بنابراین من لزومی نمیبینم دروغ بگم. درسته.
چون یه رابطه ای هست یه رابطه ای نیست، یه چیزی درسته یه چیزی درست نیست. وقتی که نیست نیست، باید تمومش کرد. وقتی که هست هست، دیگه احتیاجی نیست که با دروغ آدم بخواد یک چیزی رو وصل پینه کنه، یک رابطه ای رو بخواد ادامه بده. به عنوان کسی که همیشه من شنیدم که میگن کسی که داخل گوده خودش خیلی چیزا رو نمیبینه، اونایی که بیرون هستن بیشتر میبینن، اون که بالا هستن میگن لنگش کن. شما به عنوان نفر سوم فرض کنید، از دور رابطه های این روزی رو چطوری میبینین؟ خیلی رابطه های این روزی، البته ما داریم به صورت اوریج صحبت میکنیم، بله. هیچ وقت نمیگیم 100% اینطوری هست، 100% اینطوری نیست، چون به نظر من هیچ چیزی 100% در دنیا وجود نداره. ولی به طور اوریج رابطه های این روزی بر اساس مسائل مادی بنا میشه، هیچ وقت مسائل احساسی نیست. شاید هم بعضیا حق داشته باشن، دوست داشته باشن که مسائل مالی رو بهش توجه کنم، بگم من میخوام زندگی کنم، اصلا مهم نیست حالا عاشق باشم نباشم، اون منو دوست داشته باشه نداشته باشه، من زندگیمو بکنم، کارمو انجام بدم، تامین بشم، دیگه کاری ندارم با این چیزا. ولی اگر زندگی بر پایه یک عشق بنا بشه، مسائل مالی در ردیف آخر قرار میگیره، در ردیف کنار قرار میگیره، و اون دو نفر آدم زندگیشون هر چقدر هم کوچیک باشه، هر چقدر هم که حقیر باشه، زیبا جلوه میکنه. از قدیم میگفتن که یک سقف و یک دونه حصیر با یک عشق میتونه یک دنیا باشه. ولی ممکنه خیلی ها هستن که تو زندگیشون از نظر مالی خیلی تأمین هستن، ولی قلبشون خالی از عشق و هیچی تو زندگیشون نداره. دقیقا همینطوره. مرتضی جان، تو حالا شده در مقطعی قرار بگیرین که انقدر عاشق باشی که از رفتن طرفتون دلهور و استراب داشته باشی؟ بله. چه کار کردی تو اون لحظه؟ سعی کردم. برای چی؟ برای تداومش، برای نگهداریش. تونستین اون کار بکنی؟ بعضی وقتا شده و از بیشتر وقتا نمیشه، نه برای من، واسه این که به نظر من دیوار یک رابطه احساسی از پوست پیاز نازکتره، اگر پاره بشه خیلی سخت میشه به هم وصلش کرد. من خیلی آدم احساساتی هستم و خیلی دوست دارم که اون روابط احساسیمو تا اونجایی که میشه عمیق‌تر و محکم‌تر نگهش دارم، سعی خودمو میکنم، ولی وقتی که اگر نشه دیگه نمیشه مبارزه کرد باهاش، نمیشه جنگ کرد باهاش، چون رابطه یه طرفه هیچ وقت رابطه درستی نیست. دقیقا همینطوره. تا حالا شده به جایی برسین که تنهایی خیلی اذیتتون کنه؟ تنهایی همه رو اذیت میکنه، ولی بعضی وقتا ممکنه آدم رو خوشحال کنه، چون وقتی که آدم تنهاست حداقل از خودش آسیب نمیبینه، ولی وقتی دو نفر هستن اگر که رابطه درستی نباشه آسیبش بزرگتره. دقیقا همینطوره. اینقدر جوابای شما قشنگه که دیگه من حرفی واسه گفتن ندارم. خب مرتضی جان، من نمیدونم که بچه های شما دختر هستن یا نه. دوتا دخترن. انشالله که زنده باشن. مرسی. سوالی که ازتون میکنم فقط در حد مثال هست و اینکه بدونیم که نظر شما در این رابطه چی هستش، وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. اگر زمانی یکی از دختر خانوم های شما رابطه احساسی رو شروع کرد که از لحاظ شما که یک پدر هستین رابطه قشنگ و سالمی نیست، عکس العمل شما در قبال دخترتون چه خواهد بود؟ ببینید، ما وقتی که وارد یک جامعه دیگه شدیم، خود من رو دارم میگم، چون من رو مثال زدین، من خودم رو میگم و خب خیلی هارم میدونم اینطوری هستن، ما با یک فرهنگ دیگه بزرگ شدیم، با یک فرهنگ دیگه تربیت پیدا کردیم و تعلیم گرفتیم. حالا یه چیزایش اشتباهه، یه چیزایش درسته. اون چی که به ما پدر مادرمون به ما دیکته کردن و یاد دادن، ما همونا رو که بلد بودیم، ممکنه با یه ذره تغییراتی که خب یه نسل دیگه‌ای بودیم، می‌خوایم برای بچه‌هامون پیاده کنیم.
که ایجاد سوء تفاهم میکنه بین پدر مادر و بچه. حالا بدتر از اون اینه که شما بیاین اصلا کمپلت بچه تو برداری، خودتو خانوادت رو برداری، کوچ بکنی، بیایید وارد یک فرهنگ دیگه ای بشی و این بچه رو میخوای شما بگی در این فرهنگ و در این جامعه بزرگ بشو، ولی با اون چی که من میگم، با اون چارچوب من. اینجاست که خیلی مشکل پیدا میشه. خب طبیعتا این مشکلات هست. اگر که فرض کنه یه دختر من یه روز یه کسی رو بیاره و من دوستش نداشته باشم، هیچ دلیلی نداره که حرف من درست باشه. من زیاد تعصب ندارم روی این قضیه. بیشتر من معتقدم که کسایی که میان در این دنیا و میرن، اون قسمت خوشحالی زندگیشون و به قول امریکایی ها هپینسشون چقدر زیاد بوده. اگر دختر من هپینسش زیاد باشه، بتونه خوشحال باشه تو این رابطه ای که از تولد تا مرگ هستش، بیشتر خوشحال باشه، من چرا مخالفت بکنم؟ اون باید خوشحال باشه و منم هر پدری هر مادری من فکر میکنم که از خوشحالی بچهش هیچ وقت ناراحت نیست. بسیار هم عالی. طرز تفکرش شما که خیلی زیبا و قشنگ بود. مرتضی جان، تا حالا شده کسی رو قضاوت کنی؟ طبیعتاً، ولی اواخر قضاوت، اگر بخوام قضاوتی بکنم بر مبنای معیارهای خودم قضاوت نمی کنم، بر مبنای معیارهای اون قضاوت می کنم که اون در چه شرایطی قرار گرفته بوده و ممکنه یک آدمی در یک شرایط خاصی قرار بگیره و کاری بکنه که از نظر اجتماعی ممکنه که درست نباشه یا درست باشه. من سعی می کنم که اون رو بیشتر تجزیه تحلیل کنم. اگر که قراره، خب دوستان من خیلیشون محبت دارن، میان پیش من صحبت میکنن، درد دل میکنن، از من نظر میخوان و من نظرم تا اونجایی که بتونم بهشون میگم. ولی اصولا قضاوت کردن هیچ وقت نمیتونه 100% باشه. حتی قضاوت یک قاضی که در دادگاه هستش ممکنه اشتباه باشه، قضاوت ما میتونه اشتباه باشه و اگر که واقعیت ها رو در نظر بگیریم، شاید بتونیم راحت راجع به مردم فکر بکنیم. ما خود ما ایرانی های فرهنگ قضاوت در وجودمون هست که همیشه راجع به مردم میخوایم بشینیم زندگیشون رو تجزیه تحلیل کنیم و به هیچ کسی نمیخوایم اجازه بدیم که در زندگی ما دخالت کنه، ولی به خودمون اجازه میدیم در زندگی دیگران قضاوت کنیم و تجزیه تحلیل کنیم و این باعث میشه که یه مقدار مشکلاتی در جامعه به وجود بیاد که ما طبیعتاً قضاوتمون ممکنه اشتباه باشه و خیلی رو از خودمون دلخور کنیم. دوستان، از صحبت‌های قشنگ مرتضی جان که خسته نمیشیم، ولی میترسم مرتضی جان رو خسته کنیم. بریم با همدیگه یکی از موزیک‌های قشنگ مرتضی جان رو دوباره گوش کنیم و برگردیم. جایی نریم، با من باشین. دختری که براتون میگم یکی از جنگنده‌ترین دختره یکی که تا حالا به عمرم دیدم، ما حتما لازمش داریم. اونو برای من باید بیاری. Dead or alive, sir? Alive. Yes, sir!
قلبش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد هر از قلبش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد وقتی یه جایی مهمونه چه آتیشا میسوزونه میرقصه و گرم میکنه عاشقشو میکشونه. محشره یکی یکونه بالاتر از قلبش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد بالاتر از قلبش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد یاسمنه حریر پاک یمنه. اگه بهش بر نخوره میخوام بگم مال منه. مثل یه گل آتیشه کسی حریفش نمیشه. اگه کلج بازی کنه شهر رو به آتیش میکشه. دونه دونه میشکنه دلا رو زیر قدمش. دنیا رو به هیچ میگیره با هر زیاد و هر کمش. میره یه گوشه میشینه چشم از همه بر میداره. نگاه عالم به اونه منت سر ما میذاره. منت سر ما میذاره بالاتر از گل بش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد بالاتر از گل بش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد بالاتر از گل بش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد بالاتر از گل بش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. یه وقت خانوم بدش میاد بالاتر از گل بش نگین. یه وقت خانوم بدش میاد. به به چه کلیپی بود. کلی ما در مورد این کلیپ صحبت کردیم. کمپ بعدی هم بود. داشتم به مرتضی میگفتم این همه دختر از کجا آوردی. در صورت مرسی از اینکه وقت گذاشتی برای من مرتضی جان. از صحبت کردن با شما که خسته نمیشم. دوست داریم که راستش من نمیدونستم که اصلا در چه رابطه ای باید چی صحبت بکنیم امروز. خب معمولا وقتی یه خواننده توی برنامه میره راجبه موسیقی و چی خوندی چی نخوندی چی کار کردی اینا بله. من خیلی سورپرایز شدم که شما یه فرم دیگه ای برنامه رو اجرا کردی. یه سوالای جدید برای خود منم خیلی جالب بودش که حالا بعدا نگاه کنم ببینم اصلا خودم چیا گفتم. در صورت به نظر من که خیلی قشنگ صحبت کردین و فعل بدائه و بسیار عالی. همیشه مادر بزرگ من یه حرف قشنگ میزنم، چیزی که حقیقته از دل میاد به دلم میشینه. حالا شد جریان شما. امیدوارم که به کسی بر نخورده باشه حرفای من. نه خواهش میکنم. ما همیشه مرتضی جان تو این برنامه گفتیم که هر صحبتی که میشه فقط نظر داریم میدیم، نه کسی اینجا روانپزشک هست و نه روانشناس. من که اصلا نیستم. ولی دوست بسیار خوبی هستین برای ما و هنرمند بسیار عزیزی که تک تک ما دوستتون داریم. مرتضی جان این دوربین شما هستش. اگر دوست دارین چیزی به جوانها بگین که از صحبتهای شما استفاده کنن. والا نمیدونم تا حالا استفاده نکردم. امیدوارم قابل استفاده بوده باشه. من فقط دلم میخواد که
جوان ها خودشون باشن، آینده مملکت ما به اونا نیاز داره، به وجود اونها احتیاج داره، صداقت داشته باشن، دستشون تو دست هم باشه، به جای اینکه روبروی هم بیستن، کنار هم باشن و بتونن با اتحاد اون چی که دلشون میخواد و هدفشون هست برسن. دقیقا همینطوره. مرسی از اینکه مرتضی جون امشب رو به ما اختصاص داد. یکی دو تا جمله بسیار قشنگی رو مرتضی جان گفتن که خیلی به دل من نشست. گفتن که به جایی که روبروی هم باشیم، کنار هم باشیم. دوستان بذارین به جای اینکه روبروی هم باشیم و همیشه با هم دیگه جنگ و جدال داشته باشیم، کنار هم دیگه قدم بزنیم، عاشق باشیم. دوستتون دارم. هر کجای دنیا که هستین اول سلامت باشید و بعد عاشق. خدا نگهدارتون باشه. اگه عاشق و مستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. جز تو از همه خسته ی خستم، بیا از من و از تو ما بسازی، بیا از قطره ها دریا بسازی، بیا دستا تو بگذار توی دستم، که جز تو از همه خسته ی خستم. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، آپارتمان های آماده تحویل در آلانیا، عروس سواحل مدیترانه با بیش از 70 کیلومتر ساحل اختصاصی، نگین کشور ترکیه. آرامش و زیبایی را در کنار خانواده تان تجربه کنید. در شهر زیبای آلانیا، شهری رو به پیشرفت. همراه با 50% وام بانکی 5 ساله و اقامت ترکیه. تلفن تماس 2090-545-612-6619 و بر روی وایبر 2090-536-451-3959.
برای اخذ هر گونه ویزای اقامت و مهاجرت به آلمان و فرانسه می توانید با دفتر وکالت آقای فرهاد مقدم، وکیل رسمی دادگستری آلمان در مرکز شهر فرانکفورت تماس بگیرید. برای هر گونه اطلاعات در امور ویزا، اقامت و مهاجرت به آلمان با من فرهاد مقدم، وکیل دادگستری آلمان تماس بگیرید. دفتر ما با منشی‌های فارسی و آلمانی زبان آماده هر گونه خدمت به شما هموطنان عزیز در سرتاسر جهان می‌باشد. در ضمن برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن دفتر وکالت آقای فرهاد مقدم تماس بگیرید. فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی. من یه دیوونم، وقتش عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم، عمرمو گشتم تا که تو پیدا. سمی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA لایو. تهیه بلیت access.com، iranitickets.com و مراکز منتخب ایرانی. ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم، توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم. تلفن اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830. Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by hookahpartycatering.com. بینندگان محترم شبکه های مهاجر و ایران موزیک، پس از حضور 10 ساله ما در ماهواره هاتبرد، اکنون می توانید شبکه های خودتان MITV و ایران موزیک را در ماهواره 100 مشاهده نمایید. MITV فرکانس 11766، سیمبل ریت 27500 در حالت ورتیکال. ایران موزیک فرکانس 11957، سیمبل ریت 27500 در حالت ورتیکال. ادوانس کلینرز، کمترین و نازلترین قیمت برای شستشوی لباسهای شما در ادوانس کلینرز در نظر گرفته شده. لباسهای شما باید با دستگاه‌های مدرنیزه شستشو شود. خوشویی، لاندری، شستشوی فرش، شستشوی چرم و تعمیر آن، خیاطی در اثر وقت، ظرف مدت 24 ساعت به شما تخفیف داده می شود. ادوانس کلینرز واقع شده در 19730 ونتورا بولوارد در شهر وودنهیلز جنب 99 سنتز. تلفن 818-888-88-26 www.advancedrycleaners.com. اگر مشکلی با کامپیوتر خود دارید با ما تماس بگیرید. کلیه مشکلات کامپیوتری شما را در اسرع وقت در محل یا از طریق اینترنت رفع می نماییم. تعمیرات، ویروسیابی، طراحی وبسایت و آموزش. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت zigmaforce.com مراجعه فرمایید. 310-990-9637 310-990-9637. اگر میخواهید متفاوت باشید، اگر روح خسته ای دارید، چنانچه به دنبال تناسب اندام هستید، در هر شرایط فعلی که باشید، فقط یک بار به من اعتماد کنید و از آن پس مثل الماس بدرخشید. با 18 سال سابقه کار در تدریس تناسب اندام و رقص، کلاس های رقص آوا در مکان دلخواه شما تدریس می شود با هزینه بسیار مناسب و متناسب با بودجه شما. جلسه اول را مهمان کلاس های رقص آوا باشید. فقط یک بار به آوا اعتماد کنید. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان،
عرضه کننده بهترین مواد غذایی، ماهی و گوشت ذبح حلال، میوه و سبزیجات تازه، خشکبار، شیرینی و انواع لوازم منزل و صدها قلم اجناس دیگر.